در حالی که تنها چند هفته تا پایان کار دولت کنونی آمریکا مانده برآورد پیروزی جو بایدن نماینده دموکراتها در انتخابات امیدها رو در ایران برای احیای توافق ای با قدرتهای جهانی زنده کرده در چهار سال گذشته کشورهای اروپایی هم با دونالد ترامپ بر سر تعهداتش به توافقهای بین از جمله توافق اقلیمی پاریس مشکل داشتند. اونها در طول این سالها از توافق هسته‌ای با ایران خارج نشدند و حالا وزیر خارجه آلمان گفته کشورش برای بازگشت آمریکا به برجام یا مذاکره برای توافقی جدید آماده است. وزیر خارجه ایران اما اخیرا گفته برجام در چرخان نیست که آمریکا بتواند از یک طرف خارج و از طرف دیگر به آن وارد شود. آیا اروپایی‌ها برای احیای برجام آمادگی دارند یا شرایط را متفاوت می‌بینند و می‌خواهند مذاکرات تازه‌ای شروع کنند در برنامه امروز در این باره بیشتر صحبت می‌کنیم با مهدی نوربخش استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه هریسبرگ از پنسیلوانیا مجید گلپور محقق و مشاور روابط ایران و اروپا از پاریس و اینجا در استودیو با کسرا ناجی همکارم صحبت خواهیم کرد به شما هم خوش آمد می‌گم به این برنامه و همینطور به همه مهمانانمون کسا بذار با شما شروع بکنیم تو در طول چندی ماه گذشته با مقام های اروپایی به حال در مراسم های مختلف وقتی برای پوشش میری با اونها صحبت کردی در این چند سالی که آمریکا خارج شده از از توافق هسته با ایران آیا امروز تمایلی از طرف اروپایی ها برای بازگشت به همون توافقی که پیشتر بود میبینی یا اینکه فکر میکنی اونها میخوان توافق تازه ای شکل بگیره نه اروپایی ها خیلی مصر هستن که برگردن به همون توافق قبلی مسائل دیگری هست که میخوان با ایران حل و فصل بشه اما اونها در کنار مسئله, برجام هست حقیقت اینه که اروپایی ها مثل باقی دنیا منتظر بودن ببینن در آمریکا چه اتفاقی میفته کی رئیس جمهور میشه و چه سیاستی پیش میگیره و اینها بتونن اروپایی ها بتونن خودشون رو تطبیق بدن یا اینکه ببینن اصلا چه باید کرد برجام به یک بند وصله هر دو طرف هم ایران و هم اتحادیه اروپا این مکانیزم حل اختلاف در داخل برجام رو فعال کردن که معنیش اینه که دو طرف به هم دیگه هشدار دادن که از برجام میان بیرون بنابراین برجام ثبات چندانی نظره در نهایت تزلزل از اون طرف بایدن رئیس جمهور آمریکا شده او گفته که میخواد برگرده به برجام بنابراین اروپایی ها منتظرن ببینن وقتی که آقای بایدن برمیگرده و سیاست‌هاشو اعلام میکنه در این سیاست‌ها چه میتونن پیدا کنن که نقاط مشترک باشه بتونن رو اون کار کنن و بتونن آمریکا رو ترغیب کنن که به برجام برگرده و با هم پشت این برجام وایسن برای اینکه برجام برای اروپایی‌ها مسئله امنیتی حس میکنن که برجام تونسته امنیت اروپا رو تقویت کنه اقوی... امنیت منطقه رو تقویت کنه بنابراین و, و نکته اینه که خیلی مصر هستن که برگردن به اون بنابراین سیاست اینه که در نهایت وایسن ببینن که ترامپ چه میکنه و ترامپ رو تقریب کنن که برگرده از طرف ایران چی فکر میکنین که ایران آماده باشه که اگر آمریکا بخواد همین فردا بگن آقای بایدن بگی من میخوام برگردم به توافق فکر میکنه ایران به راحتی میاد و اونها هم میان و میشنن و همه چیز تموم میشه من فکر نمیکنم برگشتن آمریکا به برجام اصلا آسان باشه و من آینده در آینده نزدیک این رو نمیبینم چه بسا شرایط بدتر بشه قبل از اینکه بهتر بشه از نظر اینکه تحریم های آمریکا حتی بیشتر بشه تو این ماه آینده قبل از اینکه به هر حال دو طرف بشینن پای میز مذاکره دولت ایران طرف ایران داره میگه که من از آمریکا معذرت می خواهی میخوام آمریکا باید خسارات رو جبران کنه خود آمریکا باید به توافقش برگرده شرط و شروط دارن میذارن و مثلا همین خسارت یکی از چیزایی است که دارن روش تاکید میکنن و خیلی هم بعیده که آمریکا خسارت بپردازه فرض کنید که مثلا این خروج آمریکا از برجام کی میتونه تخمین بذاره که چقدر خسارت زده و اگر هم تخمین بزنیم واقعا بر اساس فروش نفت ایران و ضررهایی که ایران کرده در این دو سه سال شاید صد به سر به ده ها میلیارد دلار شاید صدها میلیارد دلار بزنه بنابراین چه چه حکومتی در آمریکا اصلا پای این مسئله خواهد رفت حتی مل... چند میلیارد به ایران خواهد داد بنابراین این اتفاق نخواهد افتاد از طرف دیگه آقای بایدن و دولت بایدن خب الان یه اهرم فشاری دارن علیه ایران این تحریم هایی که الان وجود داره و آقای ترامپ و دولت ترامپ گذاشته خودش یک اهرم فشار برای اینکه ایران رو وادار کنن بیاد به پای مذاکره بنابراین به این زودی ها بر... این اهرم را از دست نخواهند داد اینکه ایران چقدر آماده باشه برای برای مذاکره هم نکته دیگری است اینکه ایران از نظر اقتصادی شدیداً زیر فشاره اقتصاد ایران در آستانه فروپاشیه وقتی زیادی ندارن خزینه خزانه مملکت خالیه خیلی از کالاهای اساسی کمبود دارن بنابراین ایران هم وقت زیادی نداره زیر فشاره که مذاکرات رو انجام بده اما میدونیم که در ایران وضع چیه تندروها هستن از همین الان همین هفته پیش توی یک فوریتی طرحی رو تصویب کردن که در اون گفته شد از دولت خواسته شد که فعالیت های ایش رو تشدید کنه و, و گسترش بده حتی بنابراین اینها هستن که چرخ لای چوب مذاکرات خواهند چرخ مذاکرات میزنن بله چوب چرخ شرح مذاکرات شرایطی که گفتی عملا درسته یعنی همه, همه طرف ها اینو میبینن شرایط آنطور که در سال 2004 سال پنج سال پیش بود و اون توافق رسید در هیچ کدوم از این کشورها اون شرایط قبلی وجود نداره و بنابراین خیلی ها اون رو بهش اشاره میکنن کسرا به تو بر اجازه بده که آقای نوربخش رو هم و همینطور مهمان دیگر آقای گلپور رو هم وارد بحث بکنیم آقای نوربخش با شما شروع بکنیم کسرا شرایطی رو ترسیم میکنه که شرایط سختی هست هم برای برگشت آمریکا هم برای اروپایی ها هم برای ایران شما تحلیلتون چیه؟ والا من با گزارش ناجی کاملا موافق هستم ببینید حداقل این رو تا الان میدونیم که آقای بایدن اعلام کرده که به برجام برمیگرده اگه ایران به تمام مفاد برجام برگرده و پایبند بمونه اما برجام رو به عنوان اولین قدم هم اروپایی ها و هم آمریکایی ها روش حساب میکنند آمریکا به برجام بر اگه فکر بکنه که مذاکرات دیگه ای بکنه بکنید سر امنیت خلیج فارس سر برنامه های مختلف اینه که من با حرف ایشون با جناب ناجی کاملا موافق هستم اما چیزی که باید توجه بکنیم دو چوب بحث جناب ناجی گفتند که حالا از همین الان ربی امروز صحبت کرده که آمریکا باید خسارت بده من فکر نمی‌کنم اینها رو خیلی باید جدی گرفت به این تعبیر که نهایتا در ایران رهبر جمهوری اسلامی تصمیم می گیره که مذاکره بکنه یا مذاکره نکنه در گذاشتم که همه شما میدونید همین گونه بوده است چند حدود تقریبا چهار هفته پیش رهبر جمهوری اسلامی گفت که ما با فقط در چارچوب پنج و علاوه یک مذاکره میکنیم میخواست بگه که در حقیقت ما با ترامپ مذاکره نمیکنیم بسیاری از چیزها الان قابل فهم قابل درک نیست ما باید با با ببینیم که در طول چند هفته گذشته چه اتفاق میفته اون چیزی که جناب ناجی بهش اشاره کردن کاملا درسته اقتصاد ایران دیگه تاب این رو ن خواهد داشت که بتونید یک سال دیگه یا دو سال دیگه زیر تحریم ها به سر ببره ببینید شما همین الان صحبت از فایزر هست، صحبت از این واکسن جدید هست. یه چیزی معادل یک میلیارد دلار حداقل خرج ایران که بتوند این واکسن،, واکسن رو به ایران بیاره. اینه که آ، 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 کرونا هست، مشکلات اقتصادی هست، جمعیت کشور هست، جوانایی هستند که آرام نیستند در حال حاضر. اگه همه اینها رو نظام فکرش رو بکنه و فکر این بکنه که اگه اقتصاد کشور فروپاشی بشه ممکنه اصلا نظم سیاسی فکر می‌کنید واقعا چنین احتمالی وجود داره با توجه به اینکه خب ایران این همه سال تحت این تحریم ها دوام آورده یه بحثی امروز به اسم تاباوری مطرح میشه همچنان هم میگن خیلی ها شاید این تحریم ها عملا اثری که باید میذاشته گذاشته و تمام شده اثرش دیگه نه من, 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 کاملا با این حرف مخالف هستم ایرون یه مقدار ذخیره داشته در طول این چند سال از این ذخیره ها استفاده کرده میدونید که بعد از برجام ایران تونست برای یک سال و نیم نفت بفروشه یه مقدار ذخیره شده تونست از این ذخایر استفاده بکنن وضع ایران بهتر نشده این رو باید توجه بکنیم وضع ایران روز به روز داره بدتر میشه اینه که این بدتری به تعبیر این نیست که ایران میتونه تحمل بکنه یا جمعیت کشور میتونه تحمل بکنه این بدتری اوضاع به معنی این هست که وضع سیاسی در ایران بدتر میشه روز, روز از روز که میگذره بدتر میشه و این نظام بعد فکر اساسی به حال این بکنه آقای گلپور بذارید با شما برگردیم بر سر بحثمون بحث اساسیمون اون هم نقش اروپا است شما فکر میکنید که اروپا تمایل به چه چیزی داره آیا اونها راضی هستن به اینکه این توافق زنده بشه همونطور که بوده یا اینکه نه شرایط تغییر کرده توافق جدیدی میخوان خب با سلام دوباره خیلی سریع اولا در مورد اروپا ما باید روشن کنیم کدوم اروپا اروپا منظورمون شورای اروپا است که بیشتر مسائل امنیتی برجام براش مهمه اروپا کمیسیون اروپا است و اداره اقدامات خارجی اروپا که آقای بورل خودشون گفتن برای به دست آوردن استراتژی واحد اروپا در خاورمیانه و مسائل امنیتی بخصوص خصوص کشورهای مثل لبنان، عراق و یمن واقعا اروپا هنوز به این سطح نرسیده یعنی استراتژی واحدی نداره و برای برجام آقای بورل بیشتر از ده ماه که هنوز انگشتشون روی ماشه برگشت استپبک قرار گرفته نکشیدن و منتظر روز ایداری هستن که آقای ظریف به این پاسخ بدن اما در عین حال در اروپا ما پارلمان اروپا رو داریم که در این ماه‌های گذشته بخصوص رو مسائل شهروندی و آزادی‌ها تو ایران بسیار فعال بوده و با تا حدی میشه گفت آزادی خانم ستوده شاید ناشی از فعالیت‌های پارلمان باشه و از اون مهمتر تمام بانک‌ها، مؤسسات مالی، تمام شرکت‌های اروپایی در مجموع تحریم‌های ثانویه آمریکا رو حذف کردن اطلاعاتی رو که از آمریکا بهشون رسیده توی مدت چهار سال خیلی سخت میکنه برگشت این اروپایی رو که در سلوحه خودش مسئله مشروعیت دادوستتتای خودش رو مسئله اصلی گذاشت بنابراین این اروپا یک پارچه نیست اروپا وقت زیادی نداره و اروپا در عین حال بین خودش کشورهایی رو داره مثل فرانسه که بسیار فعال بودن در گروه هفت نفری که در بیاریس جمع شده بودن آقای مکرون پیشنهادی رو داده بودن برای تعدیل تحریم ها از سمت در قبال امکانی که جمهوری اسلامی میتونه برای حد اکثر تا 500 هزار فروش نفت بریل نفت میتونه داشته باشه که اونم بسیار علمی که خیلی جالب بود موفق نشد و دلایل این بیشتر توی ایران باید جست تا به هر صورت اون چیزی که مهمه و هموطنان ما باید بدونه وقت بسیار محدودی هم در مقابل اروپا و بیشتر در مقابل جمهوری اسلامی باقی مونده و امروز نه در اروپا و نه در جمهوری اسلامی برنامه جامعه مرحله بندی شده موجود نیست که به صورت بسیار دقیق بر اساس اون رهبران این دو گروه بتونن کار کنن و گروهی که در ایران هست این گروه رفتنیه آقای روحانی و آقای ظریف چند ماه دیگه باید نمیدونم حالا اون بحث بعدی خواهد بود ولی با این میخوام تموم کنم که مسئله مرکزی اروپا امروز میانجیگری بین آمریکا و ایران و این یکی از بزرگترین شانس هایی که تمامی نمایندگان اروپا رو بسیار تشویق کرده که بیان به جلو و میدونید خیلی صحبتی که این انتخابات در آمریکا شاید کار چین بوده شاید کار روسیه بوده شاید کار جمهوری اسلامی بوده تبلیغات و ضد تبلیغات برای کاندیداهای ریاست جمهوری در آمریکا ولی نقش اروپا و مطبوعات اروپایی در انتخاب آقای بایدن, بایدن باید حقیقتا مورد بررسی قرار بگیره کسا <متصف> نظر تو چه هست؟ آقای گلفور گفتن که با یه اروپای واحد هم مواجه نیستیم اولویت های مختلفی برای گروه های مختلف وجود داره از جمله بحث حقوق بشر که در ایران شرایط بدتری پیدا کرده به نسبت زمانی که توافق هسته‌ای پیش رفت تو فکر میکنی اروپا می‌تونه یک پارچه بشه؟ اروپا میتونه یک پارچه بشه و قبلا هم نشون دادن که میتونن این کارو بکنن بنابراین من نگرانی چندانی از اون طرف ندارم نکته اینه که برجام رو تا اونجایی که من میتونم بفهمم از اقدام های اروپا و حرف که رهبران اروپا دارن میزنن اینه که برجام سر جاش باید باشه برجام یک مسئله امنیتیه و کمک کرده به کاهش تنش و خطر دسترسی ایران رو به بمب اتمی از میان برداشته بنابراین باید اینو حفظ کرد اما مسائل دیگه همچنان سر جاش هست و سر همون مسائل دیگه اتفاقا با آمریکا نقاط مشترک دارن همین مسئله حقوق بشر که میگی یک مسئله امده است که این روزها همین دولت بایدن صحبت از اینه که حقوق بشر رو روش تاکید داشته باشند مسئله گروگانگیری هست میدونیم که تعداد زیادی از شهروندان اروپایی و آمریکایی امروز در ایران به دلایل واهی و اتهامهای واهی در زندان هستند سیامک نمازی 5 سال در ایرانی آمریکایی پنج سال در در زندان نازنین زاغری 4 سال و نیم اینطورا اینها هست صحبت از خطر موشک های بالستیک ایران هست که اینها توانایی حمل کلاهک هسته ای دارند ولی آقای گلپوز شما اشاره به زمان محدود کرد و این زمان محدود رو من تا اونجایی که میتونم بفهمم به فعالیت های هسته ای ایران مربوط میشه از این نظر که همین چند روز پیش ما آژانس بین انرژی اتمی آخرین گزارشش صحبتش اینه که ایران ذخیره اورانیوم غنی شدهش رو به بالای 1500 کیلو برده باید بر اساس برجام حدود 200 کیلو می بود 8 برابر بالاتره و این همین امروز با این شرایط فعلی یه چیزی شبیه این که شما اگر همین مقدار رو به غنی سازی 90 درصدی برسونی برای دو بمب اتمی کافیه تازه دارن روی سانتریفیوژ های پیشرفته هم دارن کار میکنن زیر زمین میخوان کارخونه سانتریفیوژ سازی بسازن همین سانتریفیوژ هایی هم که دارن برخلاف برجام دارن در فوردو غنی سازی میکنن پیش رف... بعضی از این سانتریفیوژ هم سانتریفیوژ های پیشرفته است بنابراین اون دو ماه... ماه یا سه ماه اینطورا بیشتر فاصله ندارن با اینکه به جایی برسن که خطرناکه برای اروپا و برای آمریکا ادامه این وضع بنابراین این هم هست این فاکتور زمان هم هست که که اروپا و آمریکا باید بجنبند، باید کاری بکنن نمیتونن کنار بیسن بخشی از اقداماتی بود که ایران برای در زم... بعد از اینکه آمریکا خارج شد در زمینه کاهش تعهداتش گفت ما داریم تعهداتمون رو کاهش میدیم چون آمریکا خارج شده بنابراین ما هم این کارها رو داریم انجام میدیم آقای نوربخش در ایران یک مجلس متفاوتی بر سر کار هست و شرایط متفاوت شده فکر میکنید تواف... بازگشت به این توافق نشستن برای مذاکره تازه شما اشاره کردید که آقای خامنه ای هست که اونجا تصمیم میگیره اما در نهایت این بار تجربه یک برجام رو دارند هر دو طرف در حالی که اینقدر به نظر خودشون محکمش کرده بودند اما در نهایت به اینجا رسید فکر می‌کنید واقعا دوباره احیا کردنش راحت باشه؟ حالا من فکر نمی‌کنم احیا کردنش خیلی کار مشکلی باشد ببینید چیزی که ما تصور باید بکنیم و من در گذشته هم برای این اشاره کردم ایران هیچ تهدیدی برای منطقه و برای دنیا نیست یعنی ایران الان کشورهایی درون منطقه هستند مثل اسرائیل که اینها بوم به اتم بیشتری دارن صنایع نظامیشون بسیار در حقیقت پیشرفته است ایرون هرچه اسلحه بازدارنده نداره یعنی اون چیزی که فکر میکنن که موشک ها بازدارنده هست موشک اسلحه بازدارنده نیست من یه مثال خدمت شما میزنم ببینید اگه ایران این بحث هست که شده است این بحث هست که میشه اگه ایران از این موشک خودش در یک رو در روی با اسرائیل استفاده بکنه بدون شک اسرائیلی از بمب اتم به شکل محدودش در مقابل ایران استفاده خواهند کرد این به معنی این هست که ایران هیچ اسلحه در حقیقت بازدارنده در این بازی نداره این صحبت جناب ناجی رو من قبول دارم که فرصت توف الان در زمین ایرانه فرصت برای ایران بسیار محدوده خطری که آقای بایدن برای ایران دارد اینه که اولا یک اروپا الان منتظر رهبری آمریکا و بایدن در مسائل مختلف نه تنها در مسائل ایران و امنیت منطقه‌ای بایدن در حقیقت میتونه اجماع جهانی ایجاد بکنه کاری که آقای ترامپ نمیتونست بکنه این خطر بسیار بزرگی هست که باید در مورد اون فکر کرد بعد در مورد اون اندیشه کرد این فرصت فرصت تلایی به تعبیر اینکه بایدن خودشه که از حامیان برجام بوده به دنبال فروپاشی اقتصاد ایران نبوده به دنبال تغییر رژیم نبوده وقتی که آمریکا پشت سر برجام قرار گرفت در مقابل دو گزینش قرار داشت جنگ یا مذاکره با ایران این فرصت فرصت بزرگی هست که ایران باید به اون توجه بکنه من با تمام قدرت اطمینان دارم ترامپ دنبال مذاکره با ایران نبود ترامپ به دنبال فروپاشی اقتصاد کشور بود نهایتاً به دنبال تغییر رژیم در ایران بود از این فرصت بعد استفاده بکنند توپ در زمین ایران فرصت برای ایران بسیار کمه و بعد در این رابطه ها فکر اساسی بشه آقای گلپور آقای ترامپ اما خب متفاوت میگفت خیلی امیدوار بود که اگر دولت جدیدش آغاز بشه در همون هفته های اول ایرانی ها بیان و با او مذاکره بکنن اتفاقی که به نظر نمیرسه بیفته اگر آقای بایدن بر سر کار بیاد فکر کنید اروپایی ها چه, چه مسیری رو پیش خواهند رفت برای اینکه اگر بخوان بر سر میز مذاکره بنشینند کدوم یکی از کشورهای اروپایی به نظر شما پیش قدم خواهد شد آیا آقای مکرون که پیشتر هم میانجیگری کرده مناسب هست؟ برای پاسخ به سوال دقیق شما ببخشید در شرایط کنونی بیشتر خانم مرکل هستم که به دلیل نیازهای بازار داخلی آمریکا سبد پیشنهادی زیادی برای آمریکا دارند. و از همین امروز در این شرایطی که هنوز ریاست جمهوری مطبوعاتی آمریکا به دنیا معرفی شده ایشون خانم مرکل اولین باره که به صورت خیلی ماجراجویانه فعالیت و همکاری خودشون رو پیشنهاد دادن با آمریکا در این زمینه میشه گفت رقابت هم که بین خانم مرکل و آقای مکرون برای لیدرشیپی اروپا هست این مسئله رو که آقای مکرون بیشتر رو این زمینه کار کرده و حقیقتا صاحب یک برنامه است نه تنها برای ایران بلکه برای عراق برای لبنان این مسئله رو نمیتونه به خصوف بکشونه اما مسئله مرکزی تیم آقای بایدن و وزیر امور خارجه آینده آمریکا است میدونید علیرغم اینکه خیلی سعی میشه در مطبوعات سیاست آقای بایدن رو با آقای اوباما یکسان نشون داده بشه اینطور نیستش حقیقتا آقای بایدن هم به لحاظ تاریخی هم به لحاظ افرادی که باشون کار کردن بیشتر در جناه دموکرات میشه گفت راست حزب دموکرات هستن و باید دید چیدن نیروهایی که در درون دولت آقای بایدن صورت میگیره چی خواهد بود و متاسفانه به دلیل چالش هایی که خود آقای بایدن خودشون تعیین کردن مسئله کرونا مسئله چین مسئله مذاکراتی که در سطح بین برای مسئله تمام تفاهم نامه‌ای کتاب کنون پس شده بود توسط آقای ترامپ اینها این, این امکان رو به آقای بایدن نمیده به لحاظ زمانی که مسئله برجام به عنوان اون به اصطلاح پریوریتی های خودشون بذارن برای همین امروز شاید میشه گفت بیشتر به اروپا برمیگرده این مسئله تا چه حد در سطح برنامه خیلی دقیق جامع بلافاصله و خیلی مشخص میتونن فعال بشن و میتونن تو این دومایی که در مقابلشون هست این برنامه رو به سطح یک پیشنهاد بینالمللی ارتقا بدن کس اگر دولت آقای بایدن فرض بگیم بخواد این برجام رو احیا بکنه و زنده بکنه باید دو کشور رو در منطقه راضی بکنه اسرائیل و عربستان سعودی کار راحتی به نظر نمیرسه برای او باشه نه ولی ما اینجا بودیم قبلا شرایط خیلی شبیه شرایط 2011 است 2012 اون موقعی که چند مدت کمی به انتخابات ایران ریاست جمهوری مانده بود 2013 هفت سال پیش هشت سال پیش و اون موقع آقای خامنه ای صحبت از چرخش نرمش قهرمانانه کرد راه رو برای انتخاب یک رئیس جمهور میانه رو آماده کرد که این رئیس جمهور میانه رو وقتی سر کار بیاد بتونه مذاکرات رو شروع کنه و این روند تا 2015 تو، طول کشید صحبت از سه سال 4 سال سه سال در واقع مقدمات و خود مذاکرات طول کشید تا به نتیجه رسید من دارم شرایط رو دقیقا همون شرایط میبینم الان تو ایرانم ما حدودش چقدر هفت ماه هشت ماه به انتخابات مانده انتخابات ریاست جمهوری ایران و همین الان تون روها تو ایران صف بستن که کاندید بشن برای ریاست جمهوری آدمایی هم کاندید دارن میشن که آدمایی نیستن که پرچمدار مذاکره باشن مذا... پرچمدار میان روی باشن پرچمدار حل مسائل باشن بنابراین باید آقای خامنه‌ای مثل دفعه قبل راه رو برای کسی باز کنه که بتونه این داستان رو جلو ببره وقت زیادی نداریم خواهش می‌کنم آقای نوربخش و آقای گلپور اگر د... هر کدوم یک دقیقه به نظرتون آیا چقدر طول خواهد کشید بعد از اینکه آقای بایدن بر سر کار بیاد اگر او بخواد برجام رو زنده بکنه شرایط برای ایرانی ها عادی تر بشه ببینید من با آقای گلپور موافق هستم که آنقدر الان آمریکا با مشکلات بزرگی روبرو هست که این در تقدم برنامه های آقای بایدن قرار نمیگیره به خاطر همین هم هست که من کرارن گفتم توف در زمین ایرانه ببینید در اروپا سه کشور انگلیس، آلمان و فرانسه رهبری در حقیقت اروپا رو به دست دارن این سه کشور در طول سالهای گذشته نشون دادن میخوان در برجام بمونند مشکلات با ایران دارند، اینها با دولت بایدن کنار میان دولت آمریکا با چین کنار خواهد اومد توف در زمین ایرانه از این فرصت طلایی بعد استفاده بشه آقای گلپور شما بفهمید. بله خیلی به سرعت ساتور فاکتور زمان روی گردنهای مسئولین جمهوری اسلامی یعنی تا بکنون تمام پرونده گوناگون و پربحران به عقب افتاده مثل اینکه زمان میتونه یک کشی باشه که همینطور میشه کشیده بشه اما امروز ساتور فاکتور زمان روی جمهوری اسلامی بین سازش یا جنگ اگر تصمیم جدی صورت نگیره و اگر مباحثی که در پارلمان جمهوری اسلامی برقراره بخواد حادتر بشه متاسفانه بین سازش و جنگ جمهوری اسلامی میتونه حتی خوش در سطح جنگ های منطقه ای بکشونه مم. بنابراین میشه از همین الان یک دوش سرد و به همه دوستانی که ما رو نگاه میکنند ما بدیم از آمریکا یا حتی اروپا وعده های زیادی رو نمیشه انتظار داشت چون به دلیل مسائل و ارجعیت هایی که در برنامه های مسئولین این کشورها هست این به اصطلاح ترجیح این که بیان مسئله ایران رو اول حل بکنن نمیتونیم ازشون انتظار داشته باشیم ولی انتظار از مسئولین جمهوری اسلامی و انتظار از حقوقدانان مسئول ایران میشه داشت که به این پرونده ممنون. جدی نگاه کنن چون زمان زیادی برای ایران باقی نمونده ممنون از شما مجید گلپور محقق و مشاور روابط ایران و اروپا و همینطور مهدی نوربخش استاد روابط بین رو در دانشگاه هیسبورگ و کسانوجی همکارم اینجا در استودیو با ما و ممنون از شما که بیننده این برنامه بودید برنامه بعدی صفحه دو روز پنجشنبه خواهد بود روزتون خوش